Syed Hossein Mousavian is currently a visiting research scholar at the Woodrow Wilson School at Princeton University. Hossein has worked as a journalist, diplomat, nuclear negotiator, and scholar over the course of a distinguished career, of a distinguished career, of a distinguished career. Syed Hossein Mousavian served as ambassador to the newly reunified Germany from 1990 to 1997. در زندان جنایی موابیت برلین، چهار تروریست لبنانی، یوسف امین و عباس رایل به اتهام شرکت مستقیم در جنایت میکنوس، محمد آتریس و عطاالله عواد به اتهام همکاری با آنها، در کنار کاظم دارابی رهبر ایرانیشان زندانیند. کسی که اگر به دام پلیس نمی افتاد، رد پایی از رژیم جمهوری اسلامی در این جنایت باقی نمانده بود. من که مدارک اونها رو ندیدم، منتها اولا مطمئنم که این نظر دولت آلمان نیست و ثانیاً رأی اصلی رو رئیس دادگاه و قاضی میده و در اون مورد هم من مطمئنم که هیچگاه دادگاه چنین ادعایی نخواهد کرد، به خاطر اینکه از عدم دخالت خودمون اطمینان دارم. ما اعدام بدون دادگاه در داخل ایران هم انجام نمیدیم، با قانون اساسی ما مغایره. منتها ما بعد از قضیه برلین هم موضوع علت مرگ چهار کرد ایرانی رو رها نمی کنیم، دنبال میکنیم ببینیم چه دستهایی در کار بوده که اینا کشته شدن. ما رسما اعلام کردیم به سران جامعه اروپا که با ترور و تروریسم در هر شکلی، به هر دلیلی، در هر کشوری، توسط هر کسی، با هر شیوهی مخالف. هموطنان عزیز با سلام و درود، من حسن دایی خوشوقتم که یک بار دیگه در خدمتتون هستم. حسین موسویان یکی از ده ها مقام بالای رژیم ایرانه که با آمریکا اومدن و به نفع رژیم ایران لابی میکنن، اما نمونه موسویان گویاترین نمونه ایه که محافل طرفدار مماشات در آمریکا و عملکرد اونها رو به ما نشون میده. من امروز گزارش کوتاهی دارم در این مورد و سعی میکنم به این سوالات پاسخ بدم که چه کسانی موسویان رو به آمریکا آوردن، در دانشگاه پرینستون براش فرش قرمز پهن کردن و کدوم محافل آمریکایی از او حمایت مالی و سیاسی میکنن و رسانه‌های بزرگ آمریکا رو در اختیارش قرار میدن. چه کسانی یک تروریست رژیم ایران رو با مشاور وزارت خارجه آمریکا هم تیم کردن و از او میخوان تا به دولت آمریکا راهنمایی و مشورت بده. چه کسانی به موسویان کمک میکنن تا افکار عمومی آمریکا رو فریب بده و به بقای رژیم آخوندی کمک کنه. با هم به این داستان نگاه میکنیم که چگونه یک تروریست رژیم ایران به شخصیتی مورد احترام در آمریکا تبدیل شده. اینجا دانشگاه پرینستون یکی از معتبرترین دانشگاه‌های جهانه. در اینجا بخش مطالعات بین‌المللی به نام یکی از رؤسای جمهور سابق آمریکا وودرو ویلسون نامگذاری شده. این بخش از دانشگاه یعنی وودرو ویلسون یک زیر مجموعه‌ای داره به نام مؤسسه لیختنشتاین که با کمک مالی کشور کوچک لیختنشتاین که در اروپاست اداره میشه.
موسویان اولین بار در سال 2009 به این بخش از دانشگاه پرینستون یعنی مؤسسه لیختنشتاین اومد و مشغول به کار شد. چند ماه قبل از اون یعنی بهار 2009 همین مؤسسه یک دیدار پنهان و غیر رسمی بین مقامات آمریکا و چند تن از مقامات سابق رژیم نزدیک به مجمع تشخیص مصلحت در کشور لیختنشتاین برگزار کرده بود. نتیجه این دیدار دو روزه گزارشی بود که منتشر شد و دولت تازه نفس اوباما میخواست که با گشاده دستی بیشتر با رژیم ایران برخورد کنه تا مسئله هسته‌ای حل بشه. البته این اولین بار نبود که مؤسسه لیختنشتاین و دانشگاه پرینستون وارد دیپلماسی پنهان با حکومت ایران شده بود و خواستهای رژیم ایران رو بازگو میکرد. در واقع پرینستون به یکی از مراکز مورد اعتماد رژیم ایران تبدیل شده بود. به عنوان مثال در سال 2005 این مؤسسه یک کنفرانس ضیافتگونه در کشور لیختنشتاین برگزار کرد که جواد ظریف سفیر جمهوری اسلامی در سازمان ملل سخنرانی اصلی اون بود. برخی دیگر از مقامات رژیم هم به صورت ویدیو در این کنفرانس شرکت کردند. دوباره در سال 2007 همین مؤسسه یک کنفرانس دیگه در دانشگاه پرینستون در نیوجرسی برگزار کرد که باز هم جواد ظریف سخنران اصلی اون بود. موسویان در سال 2009 به این بخش از دانشگاه اومد. یک سال بعد موسویان به بخش دیگه دانشگاه پرینستون یعنی علوم و امنیت بین‌المللی رفت. در اینجا وی با اسکات کمپ هم تیم شد. ایشون مشاور وزارت خارجه آمریکا در سال 2010 و 2011 بوده و با مسئول پرونده هسته‌ای در وزارت خارجه همکاری میکرد. خب میبینیم که چگونه یه مقام رژیم ایران به آمریکا اومده و با مشاور وزارت خارجه آمریکا هم تیم شده. حالا ببینیم کار رسمی موسویان که پژوهشگر معرفی میشه چیه و در این 3 سال چه کرده. اونطور که خود سایت پرینستون نوشته وظیفه موسویان کمک به حل مسئله هسته‌ای ایرانه. چگونه؟ بدین ترتیب که ایشون یک کتاب بنویسه، در کنفرانس‌های گوناگون و رسانه‌های مختلف شرکت کنه، کتابش رو توضیح بده و در جهت حل مسئله ایران افکار عمومی و سیاستمداران رو آگاه کنه. حالا ببینیم در عمل موسویان چه کرده؟ به حل مسئله هسته‌ای کمک کرده یا در نقش تبلیغاتی رژیم به لابی برای حکومت مشغول بوده؟ موسویان در کتاب خودش تمامی مقالات، مصاحبه‌ها و کنفرانس‌هایی که شرکت کرده و می‌کنه مو به مو و کلمه به کلمه از مواضع هسته‌ای خامنه‌ای و رژیم دفاع می‌کنه و با چند انتقاد آبکی از احمدی نژاد به طور دربست مداح رژیم و رهبره. حرف موسویان همونیه که لابیست‌های حرفه‌ای رژیم سال‌هاست در آمریکا تکرار می‌کنن که گویا رژیم اهل معامله و صلح و دوستی با دنیا و آمریکاست، اما این آمریکاست که درخواست‌های دوستی رژیم رو رد کرده. الان هم برای حل مسئله هسته‌ای بهتر آمریکا بیاد وارد یک معامله بزرگ با رژیم بشه، یعنی یک بسته تشویقی قابل قبول برای آخوندها پیشنهاد کنه، یعنی نفوذ رژیم در منطقه رو به رسمیت بشناسه، به رژیم ایران اجازه بده که قابلیت تولید سلاح هسته‌ای رو داشته باشه و به جای سیاست فشار و تحریم بیاد از در دوستی با رژیم در بیاد. The US policy since revolution 1979 has been based on regime change. Iranians they have approached the US during all administrations for a comprehensive package and comprehensive deal. When you read my book, you would see that I have explained during three top nuclear negotiators since 2003, during President Khatami and Ahmadinejad, both. All three top nuclear negotiators, they have sent a message for White House that we want grand bargain with you. We want a comprehensive deal and relation with you, including the nuclear. But the US has declined. The United States has never proposed Iran a comprehensive package, never. My suggestion is this. Any US administration, I hope after election, because we cannot talk before election, propose at least once after 33 years, a comprehensive package, including terrorism, weapons of mass destruction, peace process, Israel, human rights, democracy,
all these major points for the U.S. and Iranians also, they have their own shopping list. And they, the U.S. also should be prepared to address Iranian concerns. در اینجا نیازی به پاسخگویی به تبلیغات موسویان به نفع رژیم و قربان جلوه دادن این حکومت نیست. فقط یادآوری کنم که بالاترین مقامات حکومتی از خود رفسنجانی و خاتمی گرفته تا مسئولین وزارت خارجه رژیم تا مسئولین آمریکایی و ده‌ها واقع و سند همه میگن که این آمریکا بوده که همواره خواهان دوستی و کنار اومدن با این رژیم بوده، اما خمینی و بعدش هم خامنه‌ای خصومت با آمریکا رو به پایه ایدئولوژیک این حکومت و خمیرمایه سیاست خارجی رژیم تبدیل کردن. شگفت‌آوره که برخی محافل آمریکایی یک مقام رژیم رو با آمریکا میارن، بهش کمک میکنن تا با این دروغ‌ها از رژیم ایران دفاع کنه و فشار رو از حکومت ایران برداره. واقعاً کسی میتونه توضیح بده که چرا باید موسویان به آمریکا بیاد، کتاب بنویسه و در ده‌ها سخنرانی شرکت کنه و حرفای بزنه که کلمه به کلمه سال‌ها توسط خود رژیم تکرار میشه؟ چه نیازی هست؟ مگر اینکه به این شخص قبای پژوهشگری بپوشونن و با اعتباری که از دانشگاه پرینستون بهش میدن حرفهای دروغ رژیم و او رو مشروعیت بهش بدن. داستان به همینجا ختم نمیشه. یکی از پروژه‌هایی که موسویان در پرینستون انجام داده این بوده که عده دانشجو دکترا رو با خودش به برلین و پاریس برده تا با دیپلمات‌های انتخاب شده این کشور دیدار کنه و نتیجه این دیدارها و کلاس‌های آموزشی که موسویان و همکارش در پرینستون برگزار کردن گزارشی که چاپ شده و برای راهنمایی وزارت خارجه و کاخ سفید در اختیار اونها قرار گرفته. در این گزارش هم مثل سخنرانی و کتاب موسویان از آمریکا خواسته شده که برای حل مسئله هسته‌ای بهتر حق و حقوق رژیم ایران در نظر گرفته بشه و آمریکا از خودش سخاوتمندی بیشتری نشون بده. می‌بینید که افتضاح تا کجاست که تروریست‌های رژیم به کاخ سفید مشورت میدن. حالا نگاه کنیم که بودجه موسویان رو چه کسی تأمین میکنه، یعنی حقوق ایشون رو چه کسی میده. طبق اسناد عمومی بنیاد پلاشر که گویا هدف خودش رو صلح در جهان میدونه 120,000 دلار تاکنون برای موسویان پرداخت کرده که طبیعتاً این بخش کوچکی از هزینه هایشون در این دانشگاه است. برای آشنایی با صلح طلبی این بنیاد پلاشر بهتره به دیگه فعالیت هایی که به ایران مربوط میشه و این مؤسسه انجام میده نگاه کنه. بنیاد پلاشر بیش از 6 میلیون دلار در چند سال اخیر به پروژه هایی که به مربوط به ایران میشه کمک مالی کرده که همگی اونها بدون استثنا به سازمان‌ها یا اشخاصی داده شده که از دوستی با رژیم ایران دفاع می‌کنند یا آشکارا به نفع رژیم ایران لابی می‌کنند. سازمان نایاک به رهبری تیتا پارسی یکی از اصلی ترین دریافت کنندگان کمک مالی بنیاد پلاشره و صدها هزار دلار گرفته. می‌بینید که صلح‌طلبی در دستگاه مماشات معنای دیگری به جز تریمون دادن به عوامل رژیم ایران و لاویست‌های حرفه‌ای مثل موسویان و تیتا پارسی نداره. اما به اعتقاد من بین کاری که الان موسویان می‌کنه، یعنی لابی به نفع رژیم، و کاری که 20 سال پیش می‌کرد، یعنی کمک به تروریسم رژیم و تلاش برای پوشوندن اون، یک همخوانی وجود داره. در هر دو مورد لابی مماشات در آمریکا و اروپا بود که به رژیم اجازه تروریسم یا لابی در آمریکا رو میده. 20 سال پیش و در زمان رفسنجانی چشم طمع اروپا به نفت و گاز کشورمون و قراردادهای چرم و نرم باعث شده بود که چشم خودشون رو روی تروریسم رژیم در سراسر اروپا ببندن و ده ها نفر از شخصیت‌های سیاسی و فرهنگی کشورمون قربانی این تروریسم شدن و به خاک و خون افتادن. الان هم همون محافل در آمریکا کمک رسان رژیم و حامی اصلی موسویان برای لابی و تبلیغ به نفع خامنه‌ای و حکومت آخوند پاسدار حاکم بر کشورمون هستن. در آن زمان رضا علامه‌زاده موج تروریسم رژیم در اروپا را به درستی جنایت مقدس خونده بود. امروز هم باید لابی همون جنایتکاران در آمریکا رو لابی مقدس به نفع نظام ولایت فقیه خوند. در پایان برای اینکه با ماهیت اصلی لابی رژیم و متحدان آمریکاییش و نوع فعالیت موسویان آشنا بشیم به این مصاحبه سال 2005 موسویان با تلویزیون رژیم نگاه کنیم.
در پاسخ به این سوال که چه داد در زمان خاتمی با اروپا مذاکره کردید و تعامل داشتید و غنی سازی رو هم متوقف کردید، موسویان میگه که ما در حقیقت اون زمان با این کار، یعنی تعامل با اروپا، برای برنامه‌های ناتمام هسته‌ای خودمون وقت خریدیم و تونستیم در پناه مذاکره با اروپا این بخش‌های ناتمام رو تکمیل کنیم، یعنی به اروپا کلک زدیم و وقت خریدیم. این ویدیو رو نگاه کنیم تا با اهداف کنونی موسویان در آمریکا و حامیان آمریکاییش آشنا بشیم. اینهایی که انتقاد میکنن که ما باید فقط با آژانس کار میکردیم، اینها اطلاع ندارن که در اون مرحله، یعنی در شهریور 82، ما احتیاج به یک سال کار داشتیم تا پروژه اصفهان به تکمیل بشه و به بهره برداری برسه. یعنی میگن ما باید در همون 50 روز اصفهان رو ناقص رها میکردیم به درخواست آژانس، تمکین میکردیم و اون رو تعطیل میکردیم. ما یه سیاست دو فاکتور رو اجرا کردیم، یه نظام اجرا کردیم، هم با آژانس کار کرد بسیار فعال، هم در یک مجموعه سیاسی بین المللی مذاکره کرد. این کار باعث شد که ما آژانسی که 50 روز به ما مهلت داده بود که کل فعالیت‌های غنی‌سازی رو به تعلیق در بیاریم و فعالیت‌های مرتبط با غنی‌سازی رو، از قبل مذاکرات با اروپا یک سال زمان برای ما به وجود آمد، اصفهان تکمیل شد. یک زمانی بود در اون مقطع میگفتیم ما نه با اروپا نه با دنیا کار میکنیم، نه با آژانس کار میکنیم، هیچ کدوم از این خواسته هم توجهی نداریم. خب اون یک عواقبی داشت، خیلی روشن بود بعد از 50 روز شورای حکام آژانس پرونده ایران رو بدون تردید به شورای امنیت ارجاع میداد، بدون تردید. اما اینهایی که میگن باید فقط با آژانس کار میکردیم، یعنی ایران رو محروم میکردیم از اینکه در یک سال زمانی که به وجود آمد اصفهان تکمیل بشه. اصفهان با این یک سال تکمیل شد. حتی در نطنز یک 6 ماه الی یک سالی کار لازم بود انجام بشه تا کارهای تکمیلی سانتریفیوژها انجام بشه. با این یک سال هم کار نطنز به مرحله رسید که تعداد محدود مورد نیاز اولیه نطنز سانتریفیوژها میتونه الان کار بکنه، هم اصفهان به تولید رسید، هم UCF، هم UF4، هم UF6. ما UCF اصفهان رو مهر سال 83 به تعلیق در آوردیم، این رو باید مهر 82 به تعلیق در می آوردیم، و اگر در اون تاریخ به تعلیق در می آوردیم اصلا اصفهان تکمیل نمی شد. ما امروز در یک موضع قدرت هستیم، اصفهان به تکمیل رسیده، تکمیل شده، باز UF4 تولید می شه، UF6 تولید می شه، ذخیره تولید داریم 36 تن کیک زرد رو در طول این مدت ما فرصت پیدا کردیم، تبدیل کردیم، انبار کردیم. نطنز خیلی از کارهای تکمیلی انجام شده. این تعامل با اروپا باعث شد که کاری که در 50 روز برای ما ضرب العجل تعیین کرده بودن ما در طول 2 سال انجام بدیم. اصفهان رو از این قبل از این طریق تکمیل کردیم، کارهای تکمیلی رو از این طریق در نطنز انجام دادیم و خب بالاخره امتیازاتی هم گرفتیم. 10 سال عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی با ممانعت آمریکایی‌ها مواجه بود، این برداشته شد، ایران وارد مذاکرات سازمان تجارت جهانی شد. دنیا به رسمیت نمی‌شناخت که ایران عضو گروه بین‌المللی چرخه سوخت باشه. در طول این 2 ساله از قبل توافقنامه پاریس ما رو به عنوان یکی از دارندگان چرخه سوخت وارد بازی بین المللی چرخه سوخت کرده، مذاکراتی که بود نماینده ایران وارد اون شد و خیلی از امتیازاتی که در طول این 2 سال به دست آمد. آقای موسویان، یه بحث هم شاید جالب باشه برای بیننده ها، این بحث در واقع بررسی تطبیقی یا نگاه تطبیقی به پرونده فعالیت هسته جمهوری اسلامی ایران با کره شمالی هم. این تصور وجود داره که اگر ما الگوی کره شمالی را در پیش می‌گرفتیم خیلی محکم‌تر در واقع جلو زیارطلبی‌های آمریکا و اروپا می‌تونستیم بایستیم. ما در طول مذاکرات 2 سال گذشته بسیار فراتر از کره شمالی تونستیم پیشرفت داشته باشیم. پیشرفتی که عمده‌ترین پیشرفتی که کره شمالی داشته در بخش تضمین‌های امنیتی بوده. این چیزیه که ما 1 سال قبل با اروپایی‌ها به نتیجه رسیدیم، با اروپایی‌ها
پذیرفتن که تضمین‌های امنیتی ایران رو، حاکمیت ملی ایران رو، استقلال ایران رو، عدم مداخله در امور داخلی ایران رو، امنیت ملی ایران رو، عدم تجاوز به ایران رو در سطح بین‌المللی تضمین کنن.